تو این ویدیو میخواییم درباره پکیج کنداسین یا همون پکیج های چگالشی به طور مفصل صحبت بکنیم. تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. سلام، من رایان اقراری هستم و امروز میخوام درباره پکیج های کنداسین بهتون اطلاعاتی رو بدم که مطمئنم خیلی میتونه براتون جدید باشه. اسمت شما پکیج رو که مشاهده میکنید در اینجا خود قسمت در واقع سوخت وجود داره که از این قسمت فنی که شما مشاهده میکنید میاد هوای تازه رو به همراه گاز ترکیب میکنه و در قسمت مبدل وارد میکنه. از اینجا که وارد شد احتراق صورت میگیره. حالا قسمت دوم شما ببینید که محصولات احتراق مجددا وارد یک مبدل دیگه میشه در قسمت بالا و وقتی که اتفاق افتاد کاملا اون گرما گرفته میشه و همچنین اون آب سرد ورودی که میتونه با دمای 15 تا 20 درجه سانتیگراد باشه به دمای حدود 37 تا 40 درجه سانتیگراد میرسه. همین قضیه باعث شده که مصرف انرژی به طور خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه راندمان سیستم گرمایشی افزایش پیدا بکنه. خب موارد دیگه میشه اشاره کرد به پمپ. شما مشاهده میکنید اینجا عملیات سیکوریسیون داره انجام میشه و همچنین در قسمت بالا شما مشاهده میکنید کندانس، بخار کندانس از این قسمت میری بیرون. اینجا شما میگیره کاملت داره بخار میده و همچنین منبع کوهلی که ما قرار دادیم کمک میکنه که هم یک ذخیره باشه بابت آب گرم و همین که اکسچنج رو داره انجام میده و مهمترین مسئله مجددا تکرار میکنم ذخیره آب گرمه که توی تایمایی که ما برق از دست میره و ژنراتور ما تو مدار سیستم پمپ رانده شد بتونه حداقل چند لیتر آب رو بر ما نگه داشته باشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم. مورد بعدی به منبع انبساط میشه اشاره کرد. تو از منبع انبساط بسته استفاده کردیم بخاطر اینکه مثلا نبود لوله در قسمت اجرایی این کار رو ما انجام دادیم و تست خیلی خوبی هم ازش گرفتیم. بیش از میتونم بگم که 5 سال این سیستم اجرا شده با همین سطحی که شما مشاهده میکنید و اون عملکرد لازم رو بر ما داشت. خب از مزایای جالب پکیج کنداسین یا هم پکیج چگالشی بهتون بگم میتونم به این مسئله اشاره بکنم که این سیستم همونطور که اطلاعات پیش‌زمینه در موردش داشته باشید اولی قضیه اشاره کردادم مربوط میشد به اینکه سیستم دود نداره، یعنی هیچ گونه شما مونوکسید رو مشاهده نمی‌کنید که بخواد فلج بشه یا بخواد خارج بشه یا گرمایی بخواد خارج بشه، تمام اونا رو استفاده میکنه و فقط اتفاق کنداس میفته و حالا فرآیند مازاد احتراق که از همونجا فلج میشه از اون خارج میشه. و مسئله دوم میشه به این اشاره کرد که این دستگاه ها چیزی در حدود 107% راندمان گرمایی دارن و بازگشت انرژی وجود داره، یعنی انرژی که میخواد پرت بشه رو مجددا استفاده میکنه. همونطور که شما مشاهده میکنید الان این موتورخونه برای 860 متر بنا استفاده شده با دو تا جکوزی. عواد موتورخونه به طور نرمال اگر بخواد دیگو مشهد باشه من تو ذهنتون میگید که باید چیزی در حدود 15 الی 20 متر مربع باشه، اما میخوام بهتون عدد خیلی متفاوتی رو بگم. اینه که متراژ کل این قسمت شده 2 متر مربع. این کل فضایی که ما واسه این موتورخونه استفاده کردیم و همراه پکیج 120 کیلوکالریمون و همچنین هدایت گرما برای تأسیسات بهداشتی و همچنین قسمت VRF همون که اجرا شده هوا رو به اونجا سیال آب گرم رو به اونجا انتقال میده. موارد دیگه
میشه به نظمی که در اینجا وجود داره اشاره کرد که ما کاملا سعی کردیم خیلی به طور جمع جور باشه و همونطور شما میبینید خیلی کمپکت اجرا شده. و در این قسمت هم بهتون بگم که این پکیجی که ما داریم از مدل اینورتره و از طریق دور متغیر با توسط بودی که از شرکت هانیول داره این کار رو انجام میده، بسته به مقدار انرژی که شما میخواید براتون گرما تولید میکنه و هیچ گونه پرت انرژی رو نداره. به همین دلیل راندمانش رو بسیار افزایش داده و بازدهی خیلی بالاتر از چیزی داره که همه ما میتونیم تصور بکنیم. و این هم ابعاد کلی دستگاه رو مشاهده میکنه و ساختمان کلش که چیزی در حدود 1 متر ارتفاع داره و نزدیک به 50 سانت ضخامت به عرض 50 سانت. خب حالا میخوام بدونم که حالا واقعا آقای شره چه سیستمی براتون خیلی خوبه و تمایل دارید که از چه سیستمی استفاده بکنید. و در نهایت اینم بهتون بگم این سیستم برای هر نوع کاربری میتونه استفاده بشه. این تولید کننده گرماست، همونطور که شما دیگه مشعل رو تولید کننده گرما به تنهایی میدونید این هم همین ساختمان رو داره و براتون گرما لازم رو تولید میکنه. استفاده از گرما و انشعاباتی که میخواد براش کاملا در اختیار خودتونه و شما خودتون میتونید برای گرماش از کلاف برای دیتون نرمیزی، فنکویل، استخ، جدوزی و هر مورد دیگه که به ذهنتون برسه استفاده بکنید. قضاوت با خودتون.